پس نتیجه میگیریم کنکور سال 1402 هم مثل سال 1401 برگزار میشه و هیچ تغییری ایجاد نمیشه. خب قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ ویدیو، این قلب پایینو قرمزش کن و واسه من نظرت تو آخر سب بنویس که بگو آقا نظرت چیه به عنوان یک دانش آموز که قرار کنکور بدی، حدس میزنی که کدوم شرایط به نفعته. درود و صد درود بر وصال کنکوریا، به خصوص کنکوریای 1402 و 1403 که این مدت یه سری اخبار زد و نقیض شنیدن و باعث شد که یه مقدار استرس بکشن و حالشون بد بشه. آقا یه مدت اومدن گفتن که تغییرات معدل قراره 60% قطعی بشه. اومدم ویدیو گذاشتم گفتم اگر 60% قطعی بشه اینجوری میشه. و بعدش اومدن گفتن که احتمالاً دروس عمومی حذف میشه، احتمالاً شرط معدل فلان فلان فلان. اومدم همه رو داخل یه ویدیو توضیح دادم که تو آپارات و یوتیوب میتونید ببینید. و الان یک نامه منتشر شده الان که جلوی منه، تاریخش برای 8 دی ماه سال 1400، یعنی یک ماه پیش، ولی تازه منتشر شده. پیج ها و سایت ها و خبرگزاری ها دارن این نامه رو بازنشر میدن و محتواش به زبان ساده یعنی چی؟ توی این نامه گفته شده که آقا ما سال 92 اومدیم یه قانون گذاشتیم و گفتیم ملاک سنجش دانش آموزان 3 سال دبیرستان، 10، 11، 12. حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی اومده طرحی داده گفته فقط نیم سال دوم 12، این چیزی که قبلا گفتن، بیان امتحان نهایی برگزار کنن و همون 60% قطعی باشه. اوکی، چیزی که الان گفتن. حالا من این سوال از شما دارم، اگر خدایی نکرده کسی سال سوم باشه، خیلی هم خوب خونده درس ها رو و خیلی ناگهانی مریض میشه، سرما میخوره، فصل بهاره، بارون باریده و این بنده خدا مریض شد، تکلیفش چیه؟ آیا 60%ش پرید؟ چون نمرات زیر 18 دیگه بی‌ارزشن دیگه. دقیقا همینو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته، آره پرید. اوکی، ولی خب این نامه جدیدی که معاون حقوقی رئیس جمهور اومده ارسال کرده، توش گفته که دوستان عزیزم، ما قبلا قانون گذاشتیم که 10، 11، 12 هر سه تا با هم نهایی باشه و اونا رو با هم دیگه جمع کنیم، معدل بگیریم، اونا رو قطعی حساب کنیم، نه اینکه فقط یک سال و ملاک قرار بدیم و اونم نیم سالش رو بیایم تعیین تکلیف کنیم. این حرفی که شما زدید با قانون به قولی همخونی نداره و شما حق ورود به این حوزه رو ندارید، یعنی شورای انقلاب فرهنگی، و در تعارض این حرفتون و نتیجه گرفته گفته که اجازه بدید همون متنشو بخونم. کنکور 1402 هم همانند کنکورهای سال قبل خواهد بود، یعنی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نخواهد شد. و دوستان اگر کامنت های زیر اون پست های منم ببینید، بهتون گفتم آقا این سال هاست که دوست دارن تغییراتی اجرا کنن، ولی خب متاسفانه هیچ کدوم اجرا نشده چون زیر ساخت لازم فعلا وجود نداره. باید امنیت آزمون ها گارانتی بشه که هیچ آزمونی تقلب نشه. اون کسی که از رشته انسانی میاد میره کنکور تجربه میده، خب اون معدلش چطوری قراره حساب بشه وقتی قطعیه؟ و اینا ابهاماتی بود که هیچ وقت جواب داده نشد و الانم خبرگزاری فارس اومده منتشر کرده گفت آقا اجرا نخواهد شد. واسهتون تو اسلاید آخر این نامه رو میذارم. کانال تلگرام وصال کنکور رو حتما عضو بشید، چون که قراره لینک همین خبر رو اونجا بزنم، خیلی از موارد دیگه که بعدن بیاد داخل هم پیج هم کانال تلگرام منتشر میکنم. واسه من نظرتون بنویسید، دوست دارید آیا شرط معدل مثبت بشه یا قطعی بشه؟ نظر شما کدومه؟ و در مورد دروس عمومی هم اینم بهتون بگم، احتمالا دروس عمومی هم همین شکل خواهد بود و چیزی اجرا نخواهد شد. درساتون رو بخونید، همه چیز مثل گذشته است، چون بهترین شکلی که میشد عدالت اجرا بشه به نظر من، نظر شخصی خودم، اون شکلیه، این نظامی که قدیم وجود داشته ما هم الان داریم همونو جلو میبریم.